مخالفت طالبان با کار و تحصیل زنان تحصیل دینی یا فرهنگ قبایلی پشتونها. پلیس پاکستان بیش از 20 مهاجر افغانستانی را شب هنگام از اسلام آباد بازداشت کرده است. القاعده و طالبان اسلامیست های جهان متحد می شود. چگونه انتشار خاطرات مایک پامپیو خشم مقام های پیشین افغانستان را برانگیخت ساخت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقتم بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌نمایم تا پایین این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. مخالفت طالبان با کار و تحصیل زنان تعصب دینی یا فرهنگ قبایلی پشتونها. اکنون گروه طالبان هر جنایاتی که سر ملت می‌آورند به آن آدرس دینی می‌دهد. طالبان با صادر کردن هر دلایل دینی حکمی می‌گیرند و بارها اظهار نموده است که بر برقراری قانون خدا و دین رسول خدا مبارزه می کند. دین اسلام پشتونه اصلی طالبان بوده است و جامعه سنتی افغانستان به ویژه جامعه پشتون به طالبان به عنوان نمایندگان دین اسلام میدان داده است و به عنوان جاده صاف کن طالبان نیستیم عمل کرده است. توصیه چنین تفکر عقب‌گرا و خشن بوده است، طوری که طالبان را در اختیار داشتن نهاد دین مانع زنان از تحصیل و کار می شوند. با این وجود تنها با گرفتن اسلام از طالب غالب این مشکلات و خشونت هایی که سر رای صلح و پیشرفت افغانستان وجود دارد حل خواهد بود. پلیس پاکستان بیش از 20 مهاجر افغانستانی را شب هنگام از اسلام آباد بازداشت کرده. منابع از اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که پلیس این کشور بیش از 20 مهاجر افغانستان را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده است. یک منبع در پیام به روزنامه اطلاعات رو گفت که این افراد حوالی ساعت ده شب جمعه 14 دل و از ساحه بهارکوه شهر اسلام آباد بازداشت کرده است. به گفته منبع پلیس پاکستان تمام وسایل ارتباطی این مهاجر از جمله تلفن های همراه و لطاف هایشان را نیز با خود بردند. این منبع گفت که پلیس پاکستان در مورد دلیل بازداشت این افراد چیزی نگفته است و سایر مهاجرین افغانستان را که در بلاک های ساحه بهارکوه زندگی میکردند از ترس فرار کردند. در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان مستقر در آلمان در مورد بازداشت این افراد ابزار نگرانی کرده و گفته است که در میان آنان شماری از خبرنگاران افغانی شاملند. این سازمان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که شماری از این افراد حتی اسناد قانونی اقامت به شمول پاسپورت و ویزا هم داشتند. و در اخیر، چگونه انتشار خاطرات مایک پامپیو خشم مقام های پیشین افغانستان را برانگیخته ساخت. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا مایک پامپیو به تازگی کتاب خاطراتش را که یک وجب کوتاه نیا جنگیدن به خاطر آمریکا که دوستش دارم نام دارد و منتشر کرده است. او در این کتاب به پرونده مذاکرات میان طالبان و آمریکا و رابطه دولت آمریکا با حکومت پیشین افغانستان و به ویژه محمد اشرف غنی پرداخته است. فرستاده پیشین آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد این کتاب خاطرات را لذت بخش و شایسته مطالعه دانسته است. این در حالی است که امرالله سالم معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان خاطرات پامپیو را گمراه کننده و سرشار از دروغ شمرده است. به گفته سال نقیصه اصلی این خاطرات این است که در مورد زمایم افشا نشده توافقنامه طالبان و آمریکا سخن نزده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.